سلام، به یه قسمت دیگه از وایلی خوش اومدید. امروز میخوام طرز تهیه یکی که خیلی خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. من خودم عاشق خرمام. اصلا اگه تو خونه خرما نداشته باشم احساس میکنم یه چیزی کمه. این کیکی هم که امروز میخوام درست بکنم یکی از مواد اولیه اصلیش خرماست. شما میتونید این کیک رو به تنهایی کیک خرما درست کنین و بخورین، یا اینکه میتونید تا آخر ویدیو صبر کنین و یه فراستینگ کاراملی هم براش درست میکنیم و این کیک خرما وقتی که با اون فراستینگ کاراملی با هم ترکیب میشه بهش گفته میشه استیکی تافی کیک. اگه دوست دارین طرز تهیه‌اش یاد بگیرید به دیدن ویدیو ادامه بدید. خب بریم سراغ مواد اولیه: آرد، شکر قهوه‌ای، تخم مرغ، کره، بیکینگ پودر، وانیل، عسل، خرما، آب، جوش شیری. اولین قسمت آماده کردن خرما. من خرمام رو که هسته هاشو گرفتم و بعد از اینکه هسته هاشو گرفتم در حقیقت وزنش کردم، میریزم توی قابلمه به همراه آب و زیرش رو روشن میکنم تا اینکه به جوش بیاد. وقتی که جوش اومد حرارت کم میکنم به متوسط و اجازه میدم 5 دقیقه با هم دیگه بپزن که خرماها نرم بشن. خب این خرمای من الان داره همینجوری میجوشه و رو حرارت متوسط. وقتی که فشارش میدم با قاشقم احساس میکنم خوب نرم شده. دیگه خاموشش میکنم زیر گاز رو. تا زیرش رو خاموش کردید جوش شیرین رو بهش اضافه کنید و سریع همش بزنید. دلیلی که شما و این چیز میشه حالت قلقل میکنه خیلی طبیعیه. دلیلی که شما جوش شیرین رو تو این مرحله اضافه میکنید اینه که خودش کمک میکنه تا خرماتون نرم بشه. خب من فعلا این خرما رو میذارم کنار تا نرم بشه و خنک بشه و دوباره میریم سراغه. بریم سراغ مواد خشک. من اینجا آرد رو به همراه بیکینگ پودر و وانیل قاطی میکنم. من اینو فعلا میذارمش کنار. مرحله بعدی اینه که من کرم رو به همراه شکر قهوه‌ای با دور متوسط روبه تند هم زنم. انقدر میزنم تا اینکه یه مقداری حالت نرم و کرمدار رو روشن پیدا کنه. مثلا حدود 3 دقیقه کافیه. میبینید که خوب با هم ترکیب شدن، خیلی نرم و کرمی و روشن شدن. خب حالا دونه دونه تخم مرغ رو اضافه میکنم و بعد اینکه هر کدوم رو اضافه کردم همشون میزنم با هم زنم. اگر وانیل مایع استفاده میکنید توی این مرحله اضافهش کنید به همراه عسل. اینا رو هم یکم مخلوط میکنم با هم. دیگه اینجا به همزن برقیم احتیاجی ندارم. حالا آرد رو تو چند مرحله اضافه میکنم و با دستم همینطوری همش میزنم با همین لیسکی که دارم، احتیاجی به همزن نیستش دیگه. الان قسمت دوم آرد رو اضافه میکنم. اگه آرد رو همش همزمان اضافه بکنید هم زدنش سخت میشه، به خاطر همین بهتون پیشنهاد میکنم که تو 3 تا مرحله این کار رو انجام بدید. و قسمت آخر آرد، این فعلا در همین حد کافی هست. خب من اومدم سراغ خرمام. خرمام خیلی نرمتر شده و خنک هم شده. با استفاده از یه چنگال، پشت چنگال خرماهام رو له میکنم. شما میتونید از یه مخلوط کن، غذا ساز، هر چیزی که خواستین استفاده کنین و خرماتون رو تو اون له و پوره کنین. خب اینم از خرمای من، خیلی یک دست یک دست نشده، فقط له شد و یعنی یه بعضیاش ممکنه تیکه های خرما باشه، ولی مهم اینه که فقط له بشه تقریبا. حالا این مخلوط خرمام رو همش رو اضافه میکنم به بقیه مواد کیک و با هم میزنم تا مخلوط بشن. بیش از حد نزنیم، فقط در حدی که با هم مخلوط بشن هم بزنیم. اینم از این. من ظرفم رو آماده کردم، ظرفم رو چرب کردم و یه کاغذ روغنی هم گذاشتم کفش و حالا همه موادم رو میریزم داخل ظرف. میذارمش توی فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرمش کردم، میپزم و برمیگردم. خب اینم از کیکمون. برای اینکه متوجه بشیم کیک پخته یا نه، من یه دونه خلال دندون رو وسط کیکم فرو کردم و وقتی که درآوردم تمیز بیرون اومد، یعنی اینکه کیکم دیگه پخته و آماده است. اجازه میدم حدودا یه ربع توی قالب خنک بشه، بعد از قالب در میارم که میذارم بیرون قالب خنک بشه. خب حالا وقت درست کردن فراستینگ کاراملیشه. این یه فراستینگ خیلی خیلی ساده و سریعه. موادی که برای درست کردن این فراستینگ لازم دارین فقط کره به دمای محیط رسیده و دلسه دلچه. طرز تهیه دلسه دلچه رو توی یکی از قسمت‌های نکته با الی دارم که میتونید برید اونجا ببینید چجوری میتونید درستش کنید. من کره به دمای محیط رسیدم و انقدر با دور تند همزن میزنم تا اینکه رنگش روشن بشه و پف کرده و نرم بشه، حدوداً 3-4 دقیقه.
خب این دیگه کافیه. میبینین که پف کرد و رنگش هم خیلی روشن‌تر شده و حسابی کرمی شده. حالا من این دولسه دلچه رو بهش اضافه میکنم که همون سس کاراملمون هست و یه مقدارم اینا رو با هم میزنم تا خوب با هم مخلوط بشن و کرمی بشن. اینم کافیه. من حدوداً شاید مثلا 30-40 ثانیه همش زدم رو دورتون. میتونید ببینید که این فراستینگ ما چقدر نرم و چقدر کرمی و خیلی هم خوشگل و خوشمزه است. به خاطر اینکه این هیچ مثلا پودر قند و این چیزا نداره، خیلی ماهیت نرمی داره، خیلی ماهیت کرمی داره. به خصوص هر چقدر گرمتر باشه، یعنی کرش نرمتر و گرمتر باشه، کرمی تره. شما این فراستینگ رو برای هر کیکی میتونین استفاده کنین. خیلی خوشمزه و عالی و آسونه. من فعلا این فراستینگ کارامل رو میذارم کنار و میرم سراغ کیکم. خب این کیک من خنک شده، من گذاشتمش روی این صفحه گردون. من روی سطح کیکم صافه و نیاز برش نداره، ولی شما اگر سطح کیکتون روش یه حالت برآمدگی داشت، میتونین اون برآمدگی رو ببرین که صاف بشه. من کیکم رو به اینجا برش زدم، دو لایه میخوام کیک داشته باشم، ولی شما مجبور نیستین که این کار بکنین. شما میتونید همینطوری کیکتون رو همینطوری که هست فراستینگ روش بزنید و سروش کنین، یا اینکه اصلا بدون فراستینگ همینجوری کیکتون خیلی هم خوشمزه و نرم و مویسته. من این لایه‌مو منتقل میکنم به یه دونه بورد دیگه. الان شما میتونید داخل کیک رو ببینید، تیکه های خرمایی که داخلش هست. بسیار کیک نرم و خوشمزه ای. میخوام این لایه که سطح روه رو زیر قرار بدم، بردم، از فراستینگم یه مقداری میریزم روش. هر چقدر که دوست دارین این لایه‌تون فراستینگتون زیاد باشه کم باشه، این دیگه دست خودتونه. من با استفاده از یه دونه آفست سپچلا یا یه پالت کج اینو پخش میکنم در سطح کیکم به صورت مساوی. یه نکته که میتونم بهتون بگم اینه که اگه احساس کردین فراستینگتون خیلی نرمه، زیادی نرمه، میتونین بذارینش توی یخچال، چون کرست دیگه، کرش سفت میشه و اون غلظتی که دوست دارین برسه، سفتی و شلیش. این از لایه اول. من این لایه بعدی که در حقیقت این کف کیکم هست رو میذارم سطح روی رو باشه و بقیه فراستینگم رو میریزم روش. من برای این کیک، برای تزیین این کیک در حقیقت بیشتر کیک نیمه پوشیده شده، اصطلاح انگلیسیش کیک برهنه هست، میخوام اینطوری باشه شکلش، به خاطر همین مقدار کمی فراستینگ درست کردم. ولی اگر شما دلتون میخواد که کیکتون کامل کامل پوشیده بشه با فراستینگ، میتونید میزان این دستور فراستینگی رو که بهتون میدم رو دو برابرش کنید. خب این دیگه کافیه. من یه مقداری هم حتی فراستینگ اضافه دارم، خواستید میتونید همش رو استفاده کنید، میتونیدم یه مقداریش رو بذارید بمونید. این دیگه به ذائقه خودتون و این هدف تزیینتون بستگی داره. من یه مقداری دلسه دلچه اضافه داشتم و توی مایکروویو یه کوچولو گرمش کردم، یه کوچولو هم بهش شیر گرم اضافه کردم و همیستم که کمی رقیق تر بشه. بعد ریختمش توی یه دونه قیف و همینطوری به صورت نامنظم ریختم روی فراستینگ کاراملم و پخشش کردم. این یه ایده خیلی ساده است دیگه، شما هر ایده‌ای که دوست داشتین برای تزیینش بزنید. برای آخرین مرحله تزیینش هم من اینجا یه سری خرمای خشک خرد شده دارم که همین دورش فقط میزنم. خب من اینجا برای خودم یه دونه تیکه بریدم تا ببینیم چه طعمی شده. خیلی عالی و خوشمزه است. این کیک به خاطر خرمایی که داره حسابی نرم و مویسته و شیرینیش به نظر من به شدت کافیه، به خصوص که ما فراستینگمون خیلی لایه نازکی زدیم و فراستینگ زیادی نزدیم و این باعث میشه که طعم کارامل خیلی خوب حس بشه، به اندازه حس بشه و خیلی شیرین نباشه. یه ترکیب کاملا عالی و متفاوت و خوشمزه از یه طعم خرما و کارامل. امیدوارم که شما این کیک رو درست کنین، لذت ببرین. حتما عکسشو با من توی اینستاگرام شیر کنین. تا یه قسمت دیگه از بالی، خداحافظ.